أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 79 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو بازگو میشود. روشن است که الان ما در قسمتی از این سوره بحث میکنیم که حضرت باری تعالی از آیه شماره 74 گفتگوی ابراهیم، شیوه استدلال و مجادله و احتجاج این پیغمبر بزرگوار الهی رو با قوم خود و جماعت مشرکان و بسا بت پرستان مطرح می کند. از آنجا که فرمود از قال ابراهیم و لعبیه آزر، ابراهیم خطاب رو به آزرنامی مطرح کرد که توضیح دادیم نسبت این آزر با ابراهیم چیست. بحث مفصلی رو در این جهت نوبت پیشین ارائه کردیم و بازگو شد و آنگاه مقام شهود ابراهیم نسبت به ملکوت خلقت و کذالک نوری آن که خدا خود به نمایش می‌گذارد برای ابراهیم اون پهنه‌های پنهان آفرینش را، ملکوت آسمان و زمین رو، اونجا که قدرت خداوند سبحان به تمامهی و کماله در تمام شؤونات دیده می شود، عالم ملکوت است. اونجا که ما گاه می بینیم دست قدرت حق رو و گاه نمی بینیم، عالم ملک است. اونجا که وجهه ربی موجودات است، ماورای این شؤونات و تعینات خلقی، اونچه انسانها رو در پس حجاب ها گرفتار می کند، ملکوت است. اونجا که آدمیان حجاب چهره جان می شود، غبار تنم می نگرند، عالم ملک است. ابراهیم فضاهای ملک رو پشت سر می گذارد و به حقایق ملکوت رحمی یابد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. نتیجه دست یافتن به ملکوت چیست؟ ولی یکون من الموقنین، آن است که به مراتب یقین پای می نهد و واقف می شود. از دستاوردهای این یقین و رسیدن به اون حقایق بلند ملکوتی گوشه هایی رو خداوند بازگو می کند. من از آیه 76 تا آیه 78 رو خوندم، یعنی آیات رو بازگو کردیم، اما یه جمع‌بندی نهایی از مجموعه این چند آیه و اون شیوه و به بیان اون متدولوژی ابراهیم در مقابله با قومش باقی موند که الان باید این قسمت رو بازگو کنیم و آنگاه ادامه آیات رو تقدیم می‌داریم. ملاحظه فرمودی قرآن چنین فرمود: هنگامی که شب سایه افکند ابراهیم کوکبی رو دید. حالا این چه کوکب است؟ کوکبی است که طبعا مورد اعتنا
و اقبال مردم بوده است. همه ستارگان در گذشته جلوه نداشتند برای انسانها. اونها که ستارگان رو میپرستیدند و برایشون نماد مقدسی بودند و توتمی بودند در پرستش، به ستارگان ویژه‌ای اقبال میکردند. مثلا فرض بفرمایید مریخ این چنین بوده است، زهره فلکی این چنین بوده است، پاری از ستارگان ستاره سهید این چنین بوده است، ستاره ثریا این حالت رو داشته است مثلا. خب به هر حال این شکوه و زیبایی ها و جلوه‌گری ها دلها رو می رو بود و با همون ذهن ساده بشری اینها توجه به چنین مظاهری از مظاهر طبیعت می کردن. در اینجا فرمود این کوکب رو ابراهیم دید، گفت این رب و پروردگار من است. افول کرد، فرو رفت، چهره پنهان کرد، گفت من افول کنندگان رو دوست نمی دارم و محبتی ندارم. یعنی رب باید مورد محبت باشد. اگر انسان ارتباط و حبی با رب ایجاد نکند، نمی تواند از تربیت او بهره ببرد. چرا ابراهیم می گوید لا احب، و از حب دم می زند؟ چون آنچه در تربیت، به تعبیر ما می توان واقعا اینطور گفت، یک کاتالیزور اصلی است، محبت است. هنگامی که چاشنی محبت بین مربی و مربا مداخله می کند، این تربیت 100% مؤثر واقع می شود و نتایج اون رو باید دید. لذا گفت لا احب الافلین. فلان ماله القمر، باز ماه آمد، اونگاه گفت که من این رب من است. افول کرد ماه، گفت من دوست نمی دارم. باز مجدد همین عبارت رو مطرح کرد و چنین نکته ای رو بازگو فرمود. فلان ماه شمس، ملاحظه می فرمود کوکبی بزرگتر و وسیع‌تر از اون ماه و فراتر از اون خورشید که دیگه بزرگترین نماد پرستش بوده است برای انسانها. هلیوس الهه آلهه خورشید است که در یونان باستان مورد پرستش و مورد اقبال بود و ستاره پرستان و آسمان پرستان هم با همین الهه عالم و هوایی داشتند. فرمود فلما را شمس بازغتن قال هازا ربی هازا اکبر، این دیگه اوج کار است. اما فلما افلت قال یا قوم انی بری یا مما تشرکون. اشاره کردیم این شیوه سخن گفتن ابراهیم را به دو گونه میتوان بررسی کرد. شاید مثلا در نظر جمعی آمده است که ابراهیم وقتی که این جملات رو بازگو می کند، می گوید هازا ربی، به نوعی به تعبیر عرب ها فرض و تحقیق ارائه می کند. یعنی یه مفروضی رو در یه فضای تحقیق بررسی می کند. این گزاره‌ای که ما در تحقیقات داریم، پژوهش ها داریم، به عنوان فرض تحقیق مطرح می شد، فارغ از این که این فرض صادق باشد یا کاذب باشد، محقق باشد یا محقق نباشد. این یه فرض تحقیقه، ما داریم بررسی میکنیم هازا ربی آیا این چنین میشود یا نمیشود. به زعم جماعتی ابراهیم این چنین عمل کرده است. یه تحقیقی رو مثلا فضای اون رو باز میکند و این مطالب رو یک به یک بعد از دیگری بازگو میکند و به اونجا میرسد که بطلان این نظریات برای ابراهیم محقق و ثابت شده است و اونگاه به دیگران منتقل می کند و بازگو و نتایج بعدی رو امشب بررسی می کند. اما جمع و گروه دیگری با توجه به قرائنی که در خود آیات شریفه داریم، سخن رو فراتر از این می دانند. یعنی می گویند که این شیوه بیان ابراهیم نه آن است که خود ابراهیم دارد این فرض تحقیق رو طی می کند. به تعبیر ما این یه سلوک شخصی ابراهیم نیست. ابراهیم با اون شیوهی که خدا به او آموزش داده است، گام به گام در وادی سیر الله از کوچه های باریک و تنگ راه های جهل و ظلمت می خواهد مخاطبان خودش رو به در بیاورد و راه اینه که با اینها مماشات کند، گام به گام حرکت کند، تو اون فضایی که اونها زندگی میکنن و فکر میکنن با اونها قدم به قدم وادی رو طی کند، اینها رو دستشون بگیرد و برساند به اونجا که سخن بگوید انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این سخن خیلی دلنشینه. این جمله و این تحلیل در مورد کار ابراهیم کار زیبایی است. از خود آیات شریف هم همین رو استفاده می کنیم. انشاءالله اگر رسیدیم امشب می خوانیم و تلک حجتنا.